عید آمد و اندوه فراوان داریم، عید آمد و اندوه فراوان داریم، چشم نگران به حال ایران داریم. از سیل 33 سالمان قحطی زاد، زان روز که آرزوی باران داریم. زان ظلم که از اهل دین به ایران داریم، قوت غم و درد کهنه برخان داریم. چشمی به ستاره ای و عزمی به گذر، زین شبکده سیاه کاران داریم. از وحشت دین دلی هراسان داریم، چون بویه آزادی انسان داریم. ژرفای شب ایستاده بر جای، اما امید که خورشید درخشان داریم. بیداد زمانه، بیداد زمانه را زوالی خوش باد، آزادی و صلح را مجالی خوش باد. سالی نه اگر به شادمانی طی شد، سالی نه اگر به شادمانی طی شد، سالی که فرا رسید سالی خوش باد. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک میهنان ارجمندی که این برنامه را از تلویزیون پارس می نگرند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آوازم. امروز میهمان ارجمندی هم داریم، منتها چون برخی از نامه‌هایی که دوستان و جوانان برای من میفرستن اینها در هفته پیش نرسیدم پاسخ بگم و این هفته هم می‌خوایم این کارناوال یا رژه شعر و چامه رو با دوست ارجمندم مهدی زکایی دنبال کنیم، فقط به چند پرسش پاسخ میدم و دیگر پرسش‌ها رو پاسخشون رو می‌گذارم برای هفته آینده. سرور ایراندوست می‌پرسه آیا معنی واژه سوداگری تجارت هم هست؟ اگه بگیم تجارت هم هست، بله، معنی سوداگری بازرگانی رو هم به سوای معنای بازرگانی هم سوار این واژه کردن، اما پارسی تجارت بازرگانیه نه سوداگری. سوداگری یعنی تجارت رو میده، گفتم معنا رو بار واژه کردن، در جایی که سوداگری مفهوم معامله رو میده، یعنی داد و ستت چیزی به جز پول. به قول انگلیس ها میگه ترید، ترید یعنی معامله ای که پایا پای میشه، در حالی که تجارت یا بازرگانی دوتا معناشون با یکدیگر یکیه. پس سوداگری شد معاوضه کننده یا معامله کننده. بعد سرور سعید آوند پرسیدند که من رو در فیسبوکتون جا بدید، بدبختانه من فیسبوکم پر شده، خیلی وقت پر شده و این سرور آوند میتونن با تلفن یا ایشون یا هر هممیهن دیگری که میتونن به تلفن دسترسی دارن با شماره تلفن 661-254-8757 زنگ بزنن، پرسشاشون رو رو در رو یا گوش به دهان با همدیگه بررسی کنیم. پرسیدن معنی واژه آوند چیه، چون فامیل خودشون مثل که آونده. آوند یعنی کوزه آب یا کوزه شراب یا کوزه باده، و ما در فرهنگ اوستا اسدی میخونیم که میگه چون آب به گونه هر آوند شدی. میگه مثل آبی که بریزن تو کوزه شکل اون کوزه رو میگیره، تو مثل آب میمونی که در هر کوزه ای در جایی شکل اونجا رو به خود میگیری. به معنای دلیل هم البته آوند اومده. آوند هم به معنای ظرف یا کوزه است و هم به معنای دلیله. فردوسی میگه چنین گفت با پهلوان زال زر، گر آوند خواهی به تیغم نگر. و
بنابراین ببینید که آوند یعنی دلیل. گر آوند خواهی به تیغم نگه. به معنای دارنده هم هست. پسوند وقتی میشه به معنای دارنده. به تنهایی، ببینید بعضی از واژه ها به تنهایی هم معنای واژه میدن، هم پیشوند معنی میدن گهگاه، هم پسوند. اینجا آوند به معنی در پسوند به معنی دارنده هست. خدا آوند بوده که یه الفش افتاده شده خداوند. زراوند بوده یعنی دارنده طلا. دماوند، دما آوند بوده شده دم آدم آوند، یه الفش افتاده شده دماوند. بر این پایه پاسخشون رو گرفتند سرور آوند. بانو سیمان، سیمای بهمن میگه تازیان میگویند سگ پارس کرد، اگه پی ندارن چجوری میگن سگ پارس کرد؟ اولا اونا میگن سگ فارس کرد. ما ایرانی ها اصلا برای صدای سگ معنی پارس نداریم. اینا بعضی از ایرانیانی که واقعا آگاه نبودن این رو به کار بردن و بدبختانه تا به امروز رسیده. سگ های کوچک، سگ های کوچولو در زبان پارسی وقتی میخواد بگن سگ میگن وق وق کرد. افاده ها طبق طبق، سگ ها به دورش وق و وق. و سگ های بزرگ او او میکنن، در زبان فارسی میگن او او کرد. مثلا با او این بنویسید که معلوم باشه عربیه. مولوی میگه محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتنند. بازم میبینید که پارسی در زبان پارسی گفته نمیشه. سرور بابک آریا میپرسند که به جای واژه گل محمدی در فارسی چی میگن به این گل؟ گل سرخ میگن، گل سرخ. و واپسین پاسخ یا پیام به سرور امین ربیعی میگن. سرور امین ربیعی خوب به خاطرم هست شما از ترکیه زنگ زدید به من. امیدوارم توانسته باشی از ترکیه به کشور آزاد دیگری رفته باشی و خودتو برسونی. شما کوشش خودتون رو درباره کتاب‌های من کردید، بی اندازه هم از شما سپاسگزارم. و در مورد درگذشت فرزند ناکامم نیز باید بگم که همه شما جوانان، این رو از ته دل میگم، همه شما جوانان میهن دوست فرزندان من هستید و دوری اون رو شما جبران میکنید. خواهش میکنم سرور امین ربیعی بکوشید که با من گفتگوی تلفنی بکنید. کارتون دارم. تلفن من 661 که میبینید 254-87-57. خب میپردازیم به گفتگو با دوست ارجمند و فرهیختمون سرور مهدی زوکایی که دیگه همه شما میشناسیدش. آقای زوکایی خوش آمدید به برنامه. امیر جان بله بفرمایید. درود بر شما. قربانت مهدی جان. من سپاسگزارم که لطف می‌کنین به خاطر اینکه از این طریق دلم برای اونایی که تنگ هستش احساس نزدیکی می‌کنم. بله. نامی است که آمیخته با جان من است. نامی است که آمیخته با جان من است. آینه تابناک ایمان من است. از یاد نمی رود که جانان من است. این نام عزیز نام ایران من است. فکر می کردم که برای برنامه شعر امروز بعضی از شعرها سروده ها میشه گفت تاریخش تاریخ مصرف داره، ولی بعضی شعرها البته تاریخ مصرف نداره، همین که شعر نوروز هم جز اوناست. اما چون زمان نوروزی داره به سر میرسه، من بینندگان عزیز تلویزیون برنامه جناب دکتر انقطاع رو با چند رباعی آغاز میکنم. امیدوارم که پسند خاطر بینندگان باشه. ناخورده
این رباعی اول اصلا ارتباطی به چهارشنبه نداره، حالا از زبانم جاری شد میخونمش و بعد اون شعرهای چهارشنبه سوری رو باز است. ناخورد شراب تلخ مستی کردیم، ناخورد شراب تلخ مستی کردیم، با دشمن و دوست چرب دستی کردیم، از مفتی و ملا و مجاهد به هوس بت ساخته ایم و بت پرستی کردیم. آفرین. نباید بت پرستی میکردیم ولی کردیم. این مردم بیزار ز آیین شما، اون شبای چهارشنبه سوری آتش و فریاد مردم خواب و برای جماعت عزیزی که همه میشناسیم شما حرام کرده بود، برای جماعت ناعزیز جماعت قلیز برد. این مردم بیدار، این مردم بیزار ز آیین شما کردن خراب، کردن اصلا سکته دارم این مردم بیزار ز آیین شما کردن حرام خواب شیرین شما، این آتش چهارشنبه سوری روزی برباد دهد بساط خونین شما. برپا شده است پیش پاتان آتش، فرداست که افتد به سراتان آتش، چشم خرد خیش بر باز کنید، بینید که تنهاست سزاتان آتش، این آتش سرکش که برافروخته است، ما را به ستیز با تو آموخته است، ای جیر خوره عرب به خود قره مشو، تا چشم به هم زنی تو را سوخته است. درود بر شما. شعر تو با نام ایران آغاز کردید، منم یه شعری دارم به نام ایران من. بابا گفتم ای پیر جاودان، ای پیر جاودان که به گیتی نمونه است تاریخ پرشکوه و شگفت و دراز تو، ایران من، ایران من که هست سزاوار بس سپاس، فرهنگ استوار و پر از رمز و راز تو، تو کوه استوار و بلندی که هیچگاه کاری نکرد بر تو نشیب و فراز تو، روی نماز من همه جا خاک پاک توست، روی نماز من همه جا خاک پاک توست، هر بامداد سوی تو آرم نماز تو، در این جهان تنگ و در این سرزمین دور، در این جهان تنگ و در این سرزمین دور هستم در آرزوی افقهای باز تو، ز آغاز تا کنون و از امروز تا ابد، هرگز نبود و نیست کسی هم تراز تو. آفرین. دست پلید غیر دراز است روز و شب، دست پلید غیر دراز است روز و شب، تا هرچه بیشتر ببرد نفت و گاز تو، گلهای این جهان همه چون خار می شوند، تا هست پیش چشم دلم سرو ناز تو، جاوید جاوید و پایدار بمان ای کهن دیار، جاوید و پایدار بمان ای کهن دیار، تا من همیشه سخت بنازم به ناز تو. سپاسگزارم مهدی جان. من قبلا پیش از اینکه دیگر سخنامونو بگیم، از کتابی که آقای زوکایی چاپ کردن بسیار زیبا به نام بهار کاغذین، که البته بسیار ایهام جالبی درشه، یکی مسئله بهار کاغذینه که میگه، یعنی خب بهاری که ما داریم بهار طبیعی، چون کشورمون میهنمون
در اختیارمون نیست، دستمون نیست، مثل بار کاغذی میمونه که مچاله شده. ولی در این حال چون در این کتاب درباره بهار تمام شاعران و چام سرایان سرودن راجع به بهار و اینا رو در این کتاب جمع کرده که کتاب جنسش مسلما کاغذه، بنابراین همه این بهار کاغذی نیست که در اختیار ما. عکساشون هم هست. عکساشون هم هست. عکس منم گذاشتید. بله. بله. به هر صورت من ممنونم از توجهتون. راستی این عشق وطن چیه؟ که دارا و ندار، رفاه و نارفاه، یک پیوستگی عجیب داریم. من معتقدم اصلا کسی که عشق وطن نداشته باشه حتی از حیوانم پایین تره. چرا؟ برای اینکه در داستان‌ها خوندیم که در شمال ایران بین گاوها جنگ می‌دازن. بله. بعد یه گاو نیرومندی بوده که همه گاوها رو می‌زاده، با یه گاو دیگری می‌دازن جنگ کنه، اون گاوه که هیچکی باور نمی‌کرده ببره، اون گاوه نیرومند رو از میدان به در می‌کنه. بعد میرن از صاحبش می‌پرسن چیکار کردی که این گاوه تو که ضعیف‌تر و ناتوان‌تر بود برنده شد؟ گفت من دو شب این گاوه قبل از مسابقه آوردم تو این محل خوابوندمش. میدون. این اینجا رو احساس کرد وطنشه. وقتی با اون گاوه نیرومند آوردن، این از وطنش دفاع کرد و اون گاوه نیرومند رو از میدان به در برد. البته در مثل مناقشه ای نیست، منظور سمبوله. سمبوله. سمبولیست که یک آدم چجور از میهنش باید دفاع کنه. ما اگر حکومت جبار و قاتل و آدم کش نبود، بیمار نبودیم پاشیم بیایم اینجا. چون نمیتونستیم برای میهنمون مبارزه کنیم در داخل، آمدیم اینجا. نه اونهایی که در داخل هستند آدم های علاقه به میهنن، نه ماها که در خارج هستیم این بی علاقه گیری داریم. همه ما قبلمون ایرانه و برای ایرانمون همیشه زنده هستیم و زندگی میکنیم. من در خدمتم. صدا صدای تو شیرین، صدا صدای تو شیرین، صدا صدای تو خوش، من از کجای تو گویم که هر کجای تو خوش. دهان چو قنچه و لب دلفریب و تن، دهان چو قنچه و لب دلفریب و تن تناز، نگاه مست و کمر تنگ و سینه های تو خوش. دو دست ساقه گندم، گلو چو تنگ بلور، بدن چو بار فتن، سیم ساق پای تو خوش. تو عطر تازه ترین نرگس بهارانی، شمیم صبح سحرنوش جانفضای تو خوش. تو سبزناک ترین سرو این چمنزاری، بهار خرم آغوش دلگشای تو خوش. آفرین. تو را کدام خداوند آفریده مگر، که نقش کرده چنین قد دلربای تو خوش. خدای من بد و بدخط و کینه توز و خموش، خدای من بد و بدخط و کینه توز و حسود، خدای تو همه مهر و دل خدای تو خوش. من و تو ماهی و آبیم، جور می آییم، تو از برای دل من از برای تو خوش. خوشا که صحبت ما گل کند به عشق و غزل، غزال من که سراپای با صفای تو خوش. مگر که تازه کنم در هوای تو نفسی، پرندوار زدم بال در هوای تو خوش. مرا به عشق صدا کن، مرا به عشق بخوان، مرا به عشق صدا کن، مرا به عشق بخوان، که هر نفس دل نوشاست با صدای تو خوش. آفرین. این
بیشتر به نقاشی شبیه بود تا به شعر. لط داره. در اینکه تمام اندام دلبر رو نقاشی کرده بودید. در حال بسیار شعر جالبی بود و بسیار گویا. به هر روی من از امیر عزیز خواهش میکنم آگهی‌ها رو پخش کنن، برمیگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیز، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. بینندگان ارجمند، با دوست ارجمندم چامه‌سرای بسیار لطیف اندیش مهدی زوکایی نوشا در پیشگاه شما هستیم و به گفته معروف داریم عشقی میکنیم با چامه ها یا حالی میکنیم با. در دفعه پیش، در برنامه پیش که با آقای زوکایی بودم، چند رباعی براتون خوندم که مصرع چهارم این چهارپاره یا چهارانه که اسم جالبی براش گذاشتن چهارانه، اون مصرع چهارمش اون ضرب المثله، یعنی ضرب المثله رو من تبدیل کردم به رباعی که بمونه. گفتم از ظلم ستمگران بشر می سوزد، از ظلم ستمگران بشر می سوزد، دارا و ندار و پیشور می سوزد، از آتش انقلاب ترسم زیرا آتش که گرفت خشک‌تر می‌سوزد. آفرین. گفت پیغمبر به آوای بلند: گر تو خواهی بر کناری از گزند، متکی بر لطف ایزد باش، لیک با توکل زانوی اشتر ببند. این با توکل زانوی اشتر ببند این ضرب المثل. آخون چرا وقیح و دزد و پر روست؟ آخون چرا وقیح و دزد و پر روست؟ آدم کشی و شکنجه را دارد دوست، چون نطفه او حرام و حرام و ناپاک بود از کوزه. چون نطفه او حرام و ناپاک بود، از کوزه همان برون درآورد که دروست. کودکی را بوی کردم بی حساب، کودکی را بوی کردم بی حساب، مادرش زین کار من در التهاب، چون ز من پرسید علت، گفتمش بوی گل را از که جویم؟ از گلاب. آفرین، چه تضمین قشنگی. تو ای نور چشم من، ای سر بناز،
تو ای نور چشم من، ای سرو ناز، به پولی که در چنده دار چنته داری مناز. ندانی که پیشینیان گفتند به قدر گلیمت بکن پادراز. من یک دیگه میخونم بعد بخش شون. اگر یک زمان قهر کرد از تو یار، اگر یک زمان از تو قهر کرد از اگر یک زمان قهر کرد از تو یار، مشو گیج و نالان و زار و فگار. به گوشش به نرمی بخوان راز عشق، به نرمی در آید ز سوراخ مار. وقتی که روزگار پر از فتنه و بلاست، ایام زندگی تو بی رونق و جلاست، غمگین مباش، خسته مشو، چون که در جهان بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست. بفرمایید، من در خدمتتون. عرض کنم به حضور مبارکتون که نخست راجع به این بهار کاغذین یک نکته رو عرض کنم، با اینه که چند روزی پیش دیداری داشتم با آقای مهدی زکایی مجله جوانان، دوست دیرینه و عزیزم و همنام و همخانه هم و هم دقیقا. بعد به من گفتش که بانوی از نیویورک تلفن کردن به من که آقای زکایی، به اون آقای زکایی جوان، نه به من، چرا مواد اینطوری شده؟ من گفتم چطوری شده؟ گفت که عینک میزدی، حالا عینک هم نمیزنی، چاق هم بودی، حالا هم لاغر شدی. آقای زکایی میخند و میگه بابا جان، اون آقای زکایی که تو میگه از کجا این مشخصات رو دیدی؟ گفت شما با آقای دکتر انقطاع در برنامه تلویزیون آقای شجره نبودی؟ گفت نه بابا، اون آقای زکایی یکی دیگه است. برصد برای اینکه برخی از دوستان و کسانی که چهره منو در اینجا میبینن مبادا آقای زکایی بشن، بنده مزاحم آقای دکتر انقطاع میتونم بشن، ولی مزاحم آقای زکایی نشن، چه برای کتاب چه برای هر پرسشی. اونچه که در پیش رو دارم، به مناسبتی که امسال سال کوروش نامگذاری شده، من شعری رو با نام شاه شاهان میخونم. از همه ما میدونیم کوروش بزرگ مردی است در تاریخ جهان، و اگر من در این رابطه سخنی گفتم، به مسائلی از روزگارمون پرداختم، تنها سناگوی کوروش نبودم. تو ای شاه شاهان ایران زمین، تو ای کوروش، ای شاه دادآفرین، به تو آفرین، صد هزار آفرین، که شاهنشهی با تو آمد پدید، از آن پیش این شیوه را کس ندید. اهورا تو را داد نیکو نهاد، که آیین نیکو نهادی به یاد، روان تو تا باد فرخنده باد، که ایران ز تو نام جاوید یافت، شکوهنده جایی چو خورشید یافت. تو معنا به لفظ سخن داده ای، وطن را سفارش به من داده ای، برابر شده مرد و زن داده ای، جهان از تو خرم، جهان از تو شاد، مریزاد دستی کت شیر داد. جهان سرفراراه تو کرده خم، که منشور تو در جهان شد علم، سرافراز شد از تو ملک عجم، سرآغاز آزادگان نام توست، که گوش جهانی به پیغام توست. تو ای شاه شاهان ایران زمین، تو ای کوروش، ای شاه دادآفرین، سر از خاک بردار و اینک ببین، که تازی چه ها کرده با کشورت،
چه شد آن فروغ جهان گسترت؟ عرب مردمان تو را گنگ خواند، به شمشیر بر شهر تو حکم راند، به آرامگاه تو رامش نماند، به گور تو حتی حسد میبرند، چه بیمایگانی تو را داورند. غلامان کنون شهریاری کنند و نابخردان دین مداری کنند، به گور تو سیلاب جاری کنند، ز ایران چنین آبرو میبرند، چنین تیشه بر ریشت میزنند. ز خاک تو بسیار بر باد رفت، به اقوام تو سخت بیداد رفت، سمرقند و باکو و بغداد رفت، قجر آب و خاکت به تاراج داد، به دشمن ز میراث تو باج داد. بسی دیده این کشور نامدار، از این بدنهادان بی اعتبار، چو تیمور و تاتار و از این تبار، ولی نیست جای هراسی به جان، که بر جا نمانند نابخردان. خداوندگار سخن آفرین، در آن روزگارش چنین شد یقین، که فرمود با درد و حسرت چنین، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. نگوییم ما حقنا، نگوییم ما ایم حق ناشناس، نخوانیم ما خیش را ناسپاس، ولی کار عالم بود با قیاس، به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. مرا مهر ایران بود تار و پود، که بی نام ایران منم بی وجود، به اون شاه شاهان ز نوشاد درود، که تا مهر میتابد و ماه هست، که تا مهر میتابد و ماه هست، به گیتی نشان شاهنشاه هست. آفرین. واقعا متی جان، من وقتی کتاب ده ابرمرد رو می نوشتم، که نخستین اون ده ابرمرد کوروش بود، در شگفت شدم که یک آدم چقدر باید فرشته خوب باشه، چقدر باید به خودش چیره باشه، چقدر باید آرام دل و مهربان باشه، که در چندین و چند جنگی که کرد با سرکشان، با ستمکاران، با متجاوزان، با چیره دستان، وقتی پیروز میشد با مهربانی با همه اونها رفتار میکرد. و من در هیچ جای تاریخ، چون بسیاری از کتابایی که مربوط به کوروش بود خوندم، در هیچ جای تاریخ ندیدم این به یک سردار شکست خورده، به یک پادشاه شکست خورده، به یک امپراتور شکست خورده سخت بگیره. اصلا بسیاری از اونها رو بعد از این که شکست خوردن رایزن خودش کرد، رایزن خودش کرد و ارج و ارزش فراوانی بشه. این اون زمان من تازه پی بردم که این آدم، این ابرمرد، به این دلیل مورد محبت جهانیانه. و بعد اگر برخی از جهانیان به کوروش مینازند و او رو قبول دارند، ما نباید نگران باشیم، ما باید بنازیم به خودمون یه همچی اسطوره‌ای، یک همچی ابرمردی در خاک ایران پرورش یافته. من یک جمله از اون رو براتون میخونم که در فرمانش گفته بود، گفته به هیچ روی به گماشتگانم، به کسانی که از طرف هم به سرپرستی شهرها و کشورها فرمان روایی دارند، پروانه نمیدهم
که اجازه دهند یک انسان انسان دیگری رو بفروشد یا بخرد. رسم بردهداری باید از جهان برافتد. کی اینو گفته؟ 500 سال پیش از زایش مسیح. بزرگوار بوده، واقعا بزرگوار بوده. بر روی من هرگاه در جایی راجع به کوروش نوشته هست خوندم، یک چیز جالبی که کوتاه خدمتون عرض خواهم کرد، با در یک لشکرکشی با دشمن عده از اونها دستگیر میشن و اسیر میشن، از جمله زنی بسیار بسیار زیبا که این اسیر میشه. حالا شما ادامهش بدین و بهتر از من بگین. خیلی اتفاقا مفصل اعمال شما. من کوتاه میگم، برسوی پس از سازش به اون سردار دشمن خبر میدن. من همون شمار خواهش میکنم شما بگینش. نه دیگه بگم هم... عرصم خبر میدن که بله زن تو اسیر شده و بردنش در دربار کوروش، و اون بسیار برافروخته میشه و تعصب، حالون که نمیدونسه کوروش چه کار کرده با این بانو. میاد و اجازه میگیره و میاد خدمت پادشاه و میگه که اینطوریه. میگه اصلا من زن تو رو ندیدم. یعنی چی؟ زن من اگه کسی ببینه امکان نداره ازش در بگذره. میگه من اصلا ندیدم و اینو سپردم به شهبانو و شهبانو تنها اونو میبینه. هیچ سربازی هیچ مردی اونو ندیده. و وقتی که این سالار دلیر پی میبره که پادشاه به او درست گفته، میاد و در رکابش میجنگه. این مختصر اون که نامش در تاریخ هستش. اتفاقا نکته خوبی رو گفتید، منتها چون امروز جستار ما جستار چامس و چامسورایی، نمیخوایم زیاد در این زمینه بگیم. البته بعد جالب اینجاست وقتی میان میگن قربان بسیار این زن زیباست، میگه در چادر ویژه خود من بهش اسکان بدید، برای من یه چادر دیگری برپا کنید. میگن شما نمیخواین تو اون چادر بدید؟ میگه نه، اون چادر رو بدید به این زن. و آراسپ رو، آراسپ سردار خودش رو که از بچگی باش بوده، مسئول نگهداری این زن میکنه. و آراسپ میگه این امانتی است، زنی شوهر داره، مواظبش باشین تا شوهرش که به مأموریتی رفته بیاد، بعد به دنبال زنش که اومد بهش بدی. بهش میگن قربان شما بیاین یه بار این زن ببینید که چقدر زیباست. میگه از دو حال خارج نیست، یا اونقدر زیبا نیست که من بگم زیباست که برای چی ببینم، یا اونقدر زیباست که شما میگید من نباید ببینمش، برای که من یک آدمم، یک مردم، گمراه میشم و نمیخوام اینطور باشه. چهار پرستار زن که خود اون پانته ها هم داشته، این پرستارا رو مقامی بوده، افزون میکنه و نگهش میداره که داستان خیلی مفصله. بعد شوهرش میاد و شوهرش در رکاب کوروش میاد و در جنگی که میکنن کشته میشه، که من به صورت بسیار مفصل در کتاب ده ابر قهرمان نوشتم. در اونجا وقتی کشته میشه، زنش هم همون زن زیبا که دلداده شوهرش بوده، بالا سر جنازه شوهرش میره. در پیروز هم شده بودن در جلسه ای که یا نشستی که بین سرداران برپا میشه، کوروش نگاه میکنه میگه من نمیبینم آرتاباس رو، نمیبینم اینجا. میگن قربان کشته شد در جنگ. میگه عجب، پس چرا به من نگفتید؟ پا میشه جلسه رو ترک میکنه، میاد در محلی که میپرسه، میگن جنازه اون شوهر این زن در فلان جا. وقتی میاد میبینه که پانتها هم داره زاری و گریه میکنه. بعد میاد پیاده میشه از اسب، میاد جلو، دست اون شوهر زن که کشته شده بوده میگیره، تا میگیره دست جدا میشه از بدن، برای اینکه سرداران یعنی دشمن زده بود دستشو قطع کرده بود، و ناراحت میشه، میگه نمیتونه بیسته، برمیگرده و میگه این زن رو هم مواظبش باشید خودکشی چیزی نکنه. و اتفاقا زن همه رو رد میکنه، فقط به اون دایه‌ای که باش بوده میگه من بعد از مرگم
آرزو دارم که در کنار شوهرم به خاک بسپره. و بعد هر چیز اون دایه گریه و زاری میکنه اثر نداره، با خنجری که داشته خودشو میکشه و هر دو رو در یک محل دفن میکنن که بعد آرامشگاه بزرگی کوروش برای اینها درست میکنه. حالا مسئله فقط جوانمردی این آدمه. کی این کار رو کرده؟ اون وقت شما نگاه کنید، یک آخوند بیمار روانیه بسیار خونخوار که حالا شده بوده وزیر اطلاعات به نام آقای فلاحیان، شما ببینید چند تا جنایت های ناموسی این مرد کرده. یه آخوند مفخور، مثلا مقدس، مثلا مسلمان. حالا این مرد مقایسه کنید، بی خود نیست واژه کبیر رو بهش میدن، بی خود نیست که دنیا میپذیره، جهان میپذیره که این سایرس دی گریته، کوروش کبیره، کوروش بزرگه. از این مردان زیاد داشتیم. بر خواهش من بگیم نمره تلفن منو برذارم. گذاشتم؟ نه، مال من نذاشتم. آخ پس من نمیبینم. خیلی متشکرم از کارگردان برنامه که شماره تلفن بنده در اونجاست. بله، قبلا نایده بودم که اگر کسی پرسشی داشت یا کتاب رو خواست. بله، ما آقای دکتایی تلفنشون که... خیلی روشن هم هست. 667-2-667 سپاس با بذارم. پیش شماره 18. بله. خب من منصره، یعنی بنده یه شعر دیگه جا داریم. چشم. تلفن چیزی که نداریم که نه دیگه، حیفه آدم حرف تو رو گوش نده بیاد. روزی که من از ایران خارج شدم، خارج شدن من به علت اینکه نظامی بودم، چون سرهنگ شهربانی بودم و خوش به حال اون زندانی ها. اتفاقا فرمود این زمانی من در مشاوری گذاشتم که جمعیتی بود، براشون شب شعر ماهیانه ترتیب میدادم. معلومه دیگه. عرض کنم با راهنمایی به آخرین نقطه ایران، دهی به نام کنکچین اگر درست لفظ کرده باشم رسیدم. البته ماجرای از کوه اومدنم و مشکلاتی که در راه داشتم بسیار سخت بود، و همینطور که نشسته بودم و آماده بودم که راهنمای من بیاد و از کوه حرکت کنیم، هر کسی گرم جای من بود همون احساس رو میکرد که دیگه شاید هرگز سرزمینش رو نبینه، و منم هنوز امیدوارم که ببینم، ولی در همون جا در انتظار رسیدن راهنما، من یک پیرهن و شلوار تنم بود، یک قلم و یک دفترچه. این شعر رو اونجا نوشتم به نام بدرود. ای سرزمین خوب من بدرود، ای میهن محبوب من بدرود، ای روستای زادگاه من، ای شهر پرآشوب من بدرود. من زادگاهم نهاونده، این روستا با شهر متفاوته. من میروم بار سفر بندم، بار سفر زین ورته بر بندم، من میروم تا ناکجا آباد، شاید به قتل خود کمر بندم. ای خاک خوب زادگاه من، ای اختر و خورشید و ماه من، از این قفس جانم به تنگ آمد، ای تا همیشه جان پناه من. ای جنگل و دشت طرب انگیز، ای جان من از عشق تو لبریز، تا با تو مانم در تو مانم نیز، تلخابه زهری به کامم ریز. در آخرین خط دیار من، در کنکچین پرغبار من، پیچید بانگ زار زار من، غلتید اشک بیقرار من. در این غروب تنگ بی امید، می پرسم از خود با بسی تردید، آیا تو را ای خاک
خواهم دید با خیش میگویم نخواهی دید. ای سرزمین خوب من بدرود، ای میهن محبوب من بدرود، دانم تو را دیگر نخواهم دید، ای شهر پر آشوب من بدرود. بله بدرود. بله امید نیمه موفقیت است. ما خواهیم دید. ما خواهیم. امیدوارم. با سپاس از یکایک که هم میهنان ارجمندی که زمانی از وقت گرامی خودشون به این برنامه دادن، و با سپاس از نوشای ارجمند و گرامی که هر دم از او درخواست میکنم بزرگوارانه میپذیرد، همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ضمن سپاس از امیر درخشان ارجمند، جوان بسیار پرکار و خوشرو و آرام. من هم ایران تو بمان، ایران تو بمان که نور امید آید. در نیمه شب فروغ خورشید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، کعبه به طواف تخت جمشید آید. به به، شب و روز شما خوش. به به، آفرین. درود بر شما. امیدوارم که لحظاتی که من در خدمتون بودم خیلی ناراحت نشده باشین. تا دیدار دیگر و اجرای دستور دکتر انقطاع که همیشه استاد من هست و بسیار بسیار از ایشون آموختم. بسیار سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. شب و روزتون خوش. پاینده ایران.